درود بر شما، خوش آمدین به سری جدید برنامه 37 درجه. من که یادتون نرفته، راشا بهمنی هستم، پزشک عمومی. در این برنامه میخواییم با چند آزمایش جالب نکات جدیدی در رابطه با داروهایی که بدون نسخه پزشک خریداری میشن رو براتون توضیح بدیم. مسیر یک مسکن رو در بدن دنبال میکنیم تا ببینیم آیا مسکن ها میتونن درد یک عضو خاص رو تو بدن از بین ببرن؟ وقتی شربت خانگی میتونه جایگزین پرمصرف‌ترین شربت ضد سرفه بشه. آیا کندن یک موی سفید باعث زیادتر شدن موهای سفید میشه؟ و پاسخ به سوالات شما در مورد اولین رابطه جنسی. مسکن‌ها و شربت‌های ضد سرفه از پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین داروهای بدون نسخه هستند. آیا واقعاً یک قرص مسکن می‌تونه درد یک عضو خاص تو بدن ما کم کنه؟ چقدر نوشته‌هایی که روی جعبه و شیشه این داروها نوشته شده می‌تونه قابل اعتماد باشه؟ و آیا میشه یک جایگزین بهتر برای شربت‌های ضد سرفه پیدا کرد؟ نازنین معتمدی با دو تا آزمایش خیلی جذاب پاسخ همه این سوالات رو برای ما پیدا کرده. پاسخهایی که من پزشک رو هم واقعاً شگفت زده کرده. قرص‌های مسکن پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین دارو در ایران و در خیلی دیگه از کشورها هستند. سال گذشته مردم بریتانیا 500 میلیون دلار بابتش پول خرج کردند. ولی اطلاعات ما در مورد این مسکن‌ها تا چه حد درسته؟ دهان و داروی مسکن و قرص ضد درد تو داروخونه ها وجود داره که خیلی هاشون رو بدون نسخه پزشک میشه خرید. روی یکیشون نوشته مخصوص دردای عضلانی، رو بعضیاشون نوشته مخصوص قرص سردردن و روی یکی نوشته مخصوص دل دردهای عادت ماهانه است. سوالی که بر من پیش میاد اینه که آیا واقعا یک مسکن میتونه روی یک درد به خصوص، روی یک عضو به خصوص بدن اثر بذاره؟ برای پیدا کردن جواب، سفر یک قرص مسکن رو از دهان تا عضوی از بدن که مسکن روش اثر میکنه دنبال میکنم. چطور؟ با استفاده از یک کپسول دوربین دار. خیلی هیجان انگیزه. این دو سرش دوربین داره نه؟ این سر نور. این کپسول تصویر داخل بدن من رو توسط حسگرهایی که به من وصل شده به صفحه کامپیوتر منتقل میکنه. مثل یه نیمچه تیم فیلمبرداری خودش و قورت دادنش آسون تر از تیم فیلمبرداری. بلا فاصله همزمان داریم میبینیم که این کپسول دوربیندار چه مسیر رو در بدن طی میکنه. مسکن رو بخور و الان داریم میبینیم که از مریت رد شد قرص. وای چقدر جالبه. وارد معده شده و ترشحات معده اطرافش رو گرفته و عضلات معده دارن حرکت میکنن تا این قرص رو خورد و له بکنن که آماده بشه به روده بزرگ وارد بشه. الان اگه من این فشار بیارم به معده ممکنه کمک کنه بیشتر خورد کنه؟ بهتره که بذاری که خود معده این کار رو انجام بده. خودش به اندازه کافی متخصص هست و میدونه که باید چه کار کنه. الان دیگه وارد روده کوچیکت شده. فکر میکنم که پورس‌های روده کوچیک رو بتونی ببینی، برجستگی‌های کوچیکی که در دیواره روده دیده میشه و همین پورس‌ها هستن که شروع میکنن به جذب کردن ماده دارویی که توی اون قرصی بود که تو خوردی و از اینجا به بعد که تو تأثیر دارو رو حس میکنی. هر جایی که خون در بدن داره میگرده این دارو رو با خودش حمل میکنه. بنابراین ما نمیتونیم فکر کنیم که این دارو به جای خاصی از بدن تو داره اثر میکنه. پس اینی که پشت دارو مینویسن مخصوص درد پریود، دل درد، مخصوص سردرد، مخصوص درد عضلانی چیه؟ وقتی شما مسکن رو میخوری، دارو رو میخوری، این در تمام بدن در جریان قرار میگیره. اما بعضی از مسکن ها بعضی از دردها رو بهتر کاهش میدن. بنابراین برای این که ما بدونیم چه مسکنی برای چه دردی بهتره باید از پزشکمون سوال کنیم. مسکنی که مثلا برای درد میگرن تجویز میشه با مسکنی که برای درد عادت ماهانه تجویز میشه ممکنه فرق کنه. اون چیزی رو که بر روی جعبه های دارو میبینیم داره به ما میگه که شاید این برای چه دردی بهتره و
ولی این به این معنی نیستش که وقتی ما اون مسکن رو میخوریم میره بر روی اون عضو خاص اثر میکنه. من 3 تا دونه قرص داشتم، یکی برای نوشته روش برای درد دل درده، یکی برای سر درده، یکی مخصوص درد عضلانی و همشون ایبوپروفنن. یعنی اگر من همزمان درد عادت ماهانه داشته باشم و سرم هم درد بگیره و زانوم هم درد کنه، این 3 تا رو بخورم 3 برابر حد مجاز استفاده کردم؟ درسته، چون همونطور که دیدیم این ماده در تمام بدن تو در حال گردشه، بنابراین اگر که شما در 3 نقطه بدنت درد داری، این دارو به هر 3 نقطه میرسه و دیگه نیاز نیست که شما 3 بار این کار رو انجام بدی و خودت رو ناخواسته دچار عوارض دارو بکنی. اینجا مسئله این نیست که کارخونه‌های داروسازی حقیقت رو از مشتری پنهان کردن. به هر حال این مسکن‌ها هر دردی رو کاهش میدن. اما اسمش بازاریابی هوشمندانه است و اینکه یه روش رو پیدا کنن تا هر جور که شده شما دست به جیب بشید و دارو رو بخرید. یادتون باشه که همیشه بروشور داخل دارو رو بخونید و مطمئن بشین که نوع مسکنی که میخورید چیه و دوزی که میتونین استفاده کنید چقدره. داروی بعدی که میریم سراغشون داروهای ضد سرفن که خیلی هم بازارشون داغه. در بریتانیا مردم سالانه بیشتر از 150 میلیون دلار بابتش پول میدن. به طور متوسط زمستون از هر 5 نفر یه نفرمون سرما میخوره. بنابراین جای تعجب نیست که این بازار برای شرکت‌های داروسازی بسیار جذابه. توی یه داروخونه به این کوچیکی 23 نوع شربت، قرص و داروی ضد سرفه وجود داره. همشون هم میشه بدون نسخه پزشک خرید. اما واقعاً فرق این همه داروی مختلف ضد سرفه با هم چیه؟ چه ماده‌ای توشون به کار رفته و واقعاً چقدر هر کدومشون مؤثرن؟ برای گرفتن جواب سراغ متخصص سرفه رفتم. سلام. پروفسور موریس اینجا چه خبره؟ انگار مهمونی گرفتیم، ودکا و لیمو ترش و فکر کنم قرار مطالعه کنیم در مورد سرفه. واقعاً داریم درباره سرفه تحقیق می‌کنیم. تمام سرفه‌ها به دلیل حساس شدن عصبای گلو به وجود میان. برای ایجاد واکنش سرفه ما با استفاده از فلفل این عصبا رو تحریک میکنیم. ولی اول باید ماده محرک رو که باعث تندی فلفل و ایجاد سرفه میشه جدا کنیم. سرفه یه واکنشه. ابتدا یک عامل محرک باید اعصاب گیرنده سرفه رو تحریک کنه. این عامل میتونه باکتری، ویروس، جسم خارجی مثل فلفل تند یا حتی اسید معده باشه. برای اینکه راحت تر بفهمیم سرفه چطور ایجاد میشه، پروفسور موریس یک کوکتل سرفه برای من درست کرده. مواد لازم، فلفل تون، ودکا، به مقدار کافی. اوه، واقعا قراره اینو استشمام کنم؟ آره. بیا یکم جلو، یه نفس عمیق بکش. مثل گاز اشکاور بود. آره، ببین میشه از نظر علمی بگین الان چه اتفاقی افتاد؟ ماده محرک الان توی این بخار هست که با استنشاق این مواد به عصبای گلوی شما برخورد کرد. وقتی موادی که باعث تندی فلفل میشه رو به داخل ریه‌هات میفرسی، این مواد به عصبایی که باعث سرفه میشن میچسبن. بنابراین سرفه میکنیم. چه جالب. حالا که فهمیدیم سرفه چطور ایجاد میشه، ببینیم چطور میشه جلوش رو گرفت. شربت‌های ضد سرفه پشت گلو رو میپوشونن و مانع برخورد مواد تحریک کننده به اعصاب گیرنده سرفه میشن. اما یه شربت خونگی هم میتونه به اندازه این داروها جلوی سرفه رو بگیره؟ برای تهیه نسخه مامانپز شربت ضد سرفه، یه مقدار لیمو ترش رو با کمی عسل و آب جوش مخلوط میکنه. خب، شربت آماده است، فقط سرفهش کمه. جایی نگرانی نیست. این بار پروفسور موریس و همکارش با یک گاز محرک قوی تر منتظر منن. این بار مستقیم دارین گاز فلفل رو میفرستید تو ریه هام؟ بله، پودر فلفل قرمز. من و همکارم این آزمایش رو شما انجام میدیم و همکارم ضبطش میکنه. ما ماده ای که باعث تندی فلفل میشه رو تبدیل به بخار کردیم و شما با استنشاق این گاز سرفه میکنی. این روش علمی تر و خیلی دقیق تره.
خیلی خب، حالا آروم نفس بکش، دم و بازدم. حالا یه نفس عمیق. حالا وقتشه که ببینیم مخلوط عسل و لیمو ترش آب گرم اثر میکنه یا نه. یه جرعه، شاید هم یکم بیشتر. حالا یک بار دیگه نیاز به تولید سرفه داریم که ببینیم آیا لیمو ترش عسل واقعا جلوی سرفه رو میگیره. دستگاه رو بذار رو دهنت. آروم دم بازدم. فوق‌العاده است، شبیه معجزه است. آره، عین معجزه است. ماده که فرستادی توی ریه‌هام واقعا قوی بود، جدا احساس خفگی می‌کردم. این عصبای گلو رو آروم می‌کنه و سرفه شما رو هم کم می‌کنه. ثابت شد دارویی که مامانا تجویز می‌کنه موثره. روش‌های درمانی مادرها همیشه درسته. خیلی از شربت‌ها و قرص‌های ضد سرفه از همین اصل استفاده می‌کنن و باعث جلوگیری از سرفه میشن. اما خیلی ها این داروها رو میخرن تا علاوه بر سرفه علائم دیگه مریضیشون هم کمتر بشه. در مورد تأثیر داروهای ضد سرفه موجود در بازار چی میشه گفت؟ بیشتر داروهای بدون نسخه شربتن، ولی بعضیاشون مثل این قرمزه توشون دکسترومترفان دارن که داروی کمکیه. یعنی اگر سرفه خیلی بد باشه، من این دارو رو به شربت لیمو و عسل اضافه میکنم. این یکی دارو چطور؟ این یکی اکسپکتورانته، برای سرفه های خلطدار مصرف میشه و توش گایافنزین داره. خیلی به سرفه های خلطدار کمک نمیکنه، شاید خیلی کم سرفه رو آروم کنه. ما داریم روش تحقیق میکنیم تا بیشتر بفهمیم. خودتون وقتی سرما میخورید و سرفه میکنین از کدوم یکی استفاده میکنین؟ من بچه هام به خصوص به اونا لیمو و عسل میدم و اگه اون کمکی نکنه مخلوط دکسترومترفان میدم. داروی ضد سرفه رو برخلاف مخلوط لیمو ترش عسل بیشتر از روزی 3 یا 4 بار نمیتونید مصرف کنید. ضمن این که هر دارویی هم عوارض جانبی خودشو داره. اما از اون طرف شرکت‌های داروسازی میگن تمام داروهای ضد سرفه به تایید سازمان دارو رسیده و عوارض جانبیش هم به روشنی در توضیحات موجود در بسته‌بندی داروها اومده. در رابطه با قرص‌های مسکن و شربت‌های ضد سرفه براتون صحبت کردیم. الان نوبت میرسه به پماد‌های موضعی گرم کننده و سرد کننده که برای دردهای عضلانی ازش استفاده می‌کنن. آیا واقعاً این پمادها مؤثر هستن؟ دکتر کریس تولکن با یک آزمایش ساده و در این حال ماجراجویانه و علمی به دنبال این پاسخ رفته و به ما جواب میده. ایشون همراه ما هستن. آقای دکتر، میشه که بیشتر از آزمایش ماجراجویانه برای ما بگی؟ اینجا دو تا سوال مطرحه. آیا این پمادها مؤثرن؟ اگه مؤثرن نحوه تاثیرشون چطوره؟ اگه مؤثر نیستن چه چیزی درد عضلانی رو از بین میبره؟ در واقع میشه 3 تا سوال. برای گرفتن جواب ما یه آزمایش انجام دادیم. یک گروه از جمله خود من رو به یک برنامه 2 خیلی خطرناک و ناخوشایند فرستادیم که توش به برق وصل می‌شدن و باید در آب یخ شنا می‌کردن و همینطور از دیوار بالا می‌رفتن. خیلی برنامه سختی بود. با این آزمایش می‌خواستیم عضلات افراد درد بگیره. اعضای گروه رو به 3 دسته تقسیم کردیم. یک گروه رو به وان آب گرم فرستادیم. گروه دیگر رو به وان آب سرد و گروه سوم هم هیچ کاری نکردند. نتیجه این بود که هم آب سرد و هم آب گرم درد عضلات رو تا حدی کاهش داد. وان آب گرم کمی بهتر بود که این خیلی خبر خوبیه، چون که همه دوست دارن بعد از ورزش حموم آب گرم بگیرن. درد عضلانی هر دو گروه، هم آب گرم هم آب سرد، خیلی زودتر از گروهی که هیچ کاری نکردن خوب شد. تا اینجا متوجه شدیم که هم آب سرد و هم آب گرم هر دو باعث کاهش درد عضلانی میشه. در رابطه با پمادهای موضعی چطور آقای دکتر؟ بعد یه آزمایش دیگه روی عضلات من انجام دادیم. روی یکی از پاهام پماد سرد کننده و روی اون یکی پماد گرم کننده مالیدیم. عکس روی جعبه یکی از پمادها یخ و قندیله و روی جلد اون یکی شعله آتش و گرماست، ولی هر دوتاشون حاوی مواد بسیار مشابهی هستن. بعد دمای ماهیچه‌های من اندازه گرفتن که ببینن تغییری کرده یا نه. چیزی که فهمیدیم این بود که دمای ماهیچه‌های من هیچ تغییری نکرده بود. این پمادها عصب‌های سطح پوست رو تحریک می‌کنن و هیچ تأثیری بر روی دمای ماهیچه‌های عمقی ندارن. برخلاف ادعاهای تبلیغاتیشون که از کلماتی مثل عمق، نفوذ، سرما و گرما استفاده میکنن و این تصور رو ایجاد میکنن که این پمادها روی بافتای عمقی تاثیر میذارن، اصلا اینطور نیست.
آیا این پمادها علت اصلی درد رو از بین میبرن؟ سوال اینه که واقعا این پمادها چه تأثیری دارن؟ تأثیر اصلی این پمادها پرت کردن حواسه. فکر کنید که مثلا سرتون درد میکنه و من پاتون رو له میکنم. شما برای یه مدت کوتاه کاملا سردردتون یادتون میره. این پمادها هم همون کارو میکنن. وقتی شما این پمادها رو روی پوستتون میمالین، روی پوستتون یه حس عجیب سرما یا گرما همراه با بی‌حسی می‌کنید. این حواس شما رو از درد عمقی ماهیچه‌هاتون پرت می‌کنه. مغز شما نمیتونه همه این حس‌ها رو با هم پردازش کنه. این پمادها علت اصلی درد رو از بین نمیبرن، ولی حواس شما رو از درد پرت می‌کنن. اگه شما دوست دارید که بوی ناخوشایندی بدین و براتون مسئله نیست که این پمادها رو به خودتون بمالین و پولش رو هم بدین و فکر میکنید که حالتون رو بهتر میکنه، از نظر من براتون موثره. ولی اگه سوالتون اینه که آیا این پمادها روی ماهیچه‌های عمقی تاثیر میذاره و علت اصلی درد رو از بین میبره، جواب من اینه که نه، اصلا اینطور نیست و این پمادها از این نظر بی تاثیره. به نظر من هموم گرفتن خیلی لذت بخشتر، مؤثرتر و ارزونتره و بوی ناخوشایندی هم نمیگیرید. واسه همین خودم بعد از ورزش سنگین هموم گرفتن رو انتخاب میکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. من همیشه موهای سفیدم رو میکنم و شنیدم که وقتی موی سفید رو میکنی جاش موهای سفید بیشتری در میاد و این من همیشه نگران میکنه. آیا واقعا اینطوره؟ شما مثل من وقتی چند تا موی سفید یا خاکستری تو موهاتون پیدا میکنین دوست دارین اونو بگیرین بکنین، اما مامانا همیشه میگن این کارو انجام ندین چون باعث میشه که تعداد نخ موهای سفیدتون بیشتر میشه. ولی این تصور اشتباه هست چون هر مو پیازشه مخصوص خودش رو داره و سلول‌های رنگدانه‌ساز مخصوص. تا زمانی که این سلول‌ها سالم باشن و فعال رنگدانه تولید می‌کنن و رنگ مو طبیعیه. اما همین که این سلول‌ها به هر دلیلی غیر فعال میشن، مویی که ایجاد میشه و تولید میشه در اون صورت سفید خواهد بود. پس اگر یک نخ موی سفید رو بکنین اتفاقی نمیفته، تعداد زیاد نمیشه، یه موی سفید دیگه رشد میکنه. در ضمن کندن دائم موها باعث میشه که به پیازشه آسیب وارد بشه و زخم موضعی، عفونت موضعی و یا حتی کچلی موضعی ایجاد کنه. کسانی که سری اول برنامه 37 درجه رو دنبال کردن میدونن که ما بخشی داریم به نام در گوشی ها. در این بخش دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، پاسخگوی سوالات شما در رابطه با مسائل جنسی هستند. موضوع این برنامه هست اولین رابطه جنسی. یادآوری کنم این برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و روان درمانگر جنسی هستم و امروز باهاتون میخوام در مورد اولین رابطه جنسی صحبت بکنم. یکی از شایع‌ترین سوالاتی که من دریافت میکنم راجع به اولین باری که افراد میخوان رابطه جنسی برقرار بکنن. میگن که کی این رابطه رو برقرار بکنیم، با کی این رابطه رو داشته باشیم، چه توقعاتی داشته باشیم، چه تمهیداتی باید در ذهنمون برقرار بکنیم و براش تجهیزاتی رو بچینیم و و و. امروز میخوام که به این سوالاتتون پاسخ بدم. ببینین اگر مبدأ رو بر این بذاریم، مبدأ زمانی رو، زمان ازدواج، برای اینکه اکثر افراد به هر حال در جامعه ما در زمان ازدواج اولین بار رابطه جنسی رو تجربه میکنن، بنابراین سه تا مقطع زمانی داریم. یا افرادی هستن که پیش از ازدواج رابطه جنسی برقرار میکنن، یا افرادی هستن که دقیقاً شب زفاف و شب ازدواجشون میخوان رابطه رو برقرار بکنن، و یا کسایی هستن که مدت‌ها بعد از اینکه ازدواج کردن این رابطه رو میخوان برقرار بکنن. برای اون افرادی که میخوان که رابطه رو پیش از ازدواج تجربه بکنن، شایع‌ترین سوالی که از من میشه اینه که ما اصلا از کجا بفهمیم که آماده ایم برای این رابطه؟ ببینید من نمیتونم بهتون بگم این مثل مسافرت رفتنه، پاشین چمدونتون رو ببندین، همین که چک لیستتون کامل شده، دیدین که همه چی تو چمدون هست و بلیتتون دستتونه، دیگه آماده این که این کار رو انجام بدین. ولی یه چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که ببینین با عواقب این کاری که میخواین بکنین آشنا هستین، یا اینی که این رابطه رو برقرار میکنین حالا به هر دلیلی، بعد شما میشین جزء از اون دسته هایی که را میافتین دنبال پزشک گشتن و دنبال خانمای ماما گشتن که ببینین که کی میتونه پرده بکارتتون رو ترمیم بکنه برای خانمها، یا مثلا نظر روحی برای آقایون با گناهش میخواین مثلا کنار بیان، یا اون احساساتی که بر ضد درزشاتون شاید بوده. اگر با اینا میتونین کنار بیاین، بدن خودتون مختارین، خودتون میدونین.
این مسئله مختص فقط ایران یا فرهنگ‌های داخل خاورمیانه نیست. این قضیه رو در کشور هلند، انگلستان و آمریکا در مطالعات گسترده‌ای انجام دادن و اومدن مقایسه کردن که ببینن که خانم‌ها و آقایونی که خارج از روابط متعهدانه با یک نفر رابطه جنسی رو تجربه کردن، بار اولشون چه احساسی داشتن. خانم‌ها آقایون با هم مقایسه کردن. بعد به این نتیجه رسیدن که خانم‌ها درصد بیشترشون به نسبت آقایون احساس پشیمونی داشتن بعدش و احساس خوبی نداشتن. یه دلیلش به طور عمده این بود که یه توقعات خیلی غیر واقع‌گرانه بر خودشون گذاشته بودن. به خاطر همینم وقتی که رابطه جنسی رو برقرار کردن گفتن پس همین بود، این بود که اون هم واسش و هیجان داشتیم. یه دلیل دیگه هم که ذکر کرده بودن این بود که وقتی که این رابطه رو برقرار کردن چند ماه بعد، چند سال بعد پیش خودشون فکر کردن که اکاش صبر می‌کردم اینو با یکی داشتم که یه معنی هم برام میداد. و این یه تفاوت عمده‌ای بود که بین خانم‌ها و آقایون تو این مطالعات پیدا کرده بودن. اینم خواستم باهاتون در میون بذارم که ممکنه تو تصمیم گیریتون کمک بکنه بهتون. بعد برمیگردیم به کسایی که میخوان در زمان ازدواجشون، اون شب زفاف، میخوان که این رابطه جنسی رو برقرار بکنن. رابطه جنسی هم اینجا منظور من به طور خاص دخوله. ببینید، یه موقع ممکنه شما با هم خیلی هم فکر باشین، خیلی هم همدل باشین، خیلی هم واقعا دلتون بخواد، ولی این لزوماً به این معنی نیست که بدناتون هم با هم آشنان. همیشه من این مثال رو میزنم، میگم فکر کنین که آقا یک مهمانه و خانم صاحب خونه. شما باید با هم تماس تلفنی بگیرین، بعد تماس حضوری داشته باشین، بعد حرف بزنین تا بعد به خونه همدیگه دعوت بشین. یا آمادگی‌های لازمه به هر حال برای هر دو طرف. بنابراین اینو توی رابطه جنسی اینجوری من ترجمه می‌کنم برای زوجا، با هم وقت بگذرونین از نظر بدنی. توقع نداشته باشین همون شب اول دخول کامل انجام بدین. به خاطر اینکه یه سری توقعاتی اینجوری برای خودتون می‌ذارین که بعد دل سرد میشین. آقا اینقدر استراب داره، خسته است، نمیدونم حالا شدید مشروبات الکلی مثلا خوردی نوشب تو عروسیتون. بعد وقتی که میان که این کارو انجام بدین آقا اصلا نوز نداره، یا مثلا اینقدر هول میشه که انزال زودرس داره. بعد همیشه تو ذهنش میمونه که ای وای نکنه من یه اختلال جنسی دارم. در حالی که اینطوری نیست. خیلی از زوجا میان سراسیمه، ما هفته پیش ازدواج کردیم، الان مثلا خانم میگه من درد دارم، اصلا دخول غیر ممکن بود، نشد که انجام بشه. دلیلش اینه که خیلی سریع پیش میرین. یه ذره وقت بگذرونین، با هم پیشنوازی بکنین، از مواد لغزنده کننده استفاده بکنین. هیچ ایرادی نداره. فکر نکنین که حتما اون مال یه کسی که نتونه این مواد رو برای خودش تولید بکنه از بدنش. بعد و یه نکته هم که خیلی مهمه، از وسایل جلوگیری از بارداریتون مطمئن باشین و باهاش راحت باشین، چون بعضیا تو پس ذهنشون میگذره که نکنه الان من حامله بشم. بخاطر همین این مثلا مهمه که اینم تو ذهنتون داشته باشین. و بعضی هم هستن که پس از اینکه رابطه ازدواج کردن هنوز مشکل دارن، نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار بکنن. مثلا سالها میگذره به خاطر دخول دردناک، به خاطر دردهای مختلفی که دارن، یا مسئله که آقا ممکنه داشته باشه، نمیتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. ما یه دلیلی داشته که این تخت رو امروز اینجا گذاشتیم. من فقط میخوام بهتون بگم با همدلی با هم صحبت کنین، ولی نه روی تختتون، نه توی اتاق خوابتون. برای اینکه این خیلی جنبه شخصی داره، طرف ممکنه بهش بر بخوره. یه روز با هم میرین شام بیرون، حواستون باشه حالا میزای بغلی نشنون صداتونو، ولی با هم دیگه صحبت کنین. این تجربه‌مون بود، مثبت نگه دارین صحبتتونو، به اون چیزایی تمرکز کنین و تاکید کنین که دوست دارین بیشتر ازش اتفاق بیفته توی رابطتون، به جای اینکه چیزای منفی رو بگین. بعد اینطوری به مرور با هم دیگه آشناتر و آشناتر میشن بدناتون و و ایشالله که سالهای سال رابطه های خیلی خوبی خواهید داشت. خیلی ممنون هستیم که در این مدتی که ما برنامه نداشتیم شما ما رو تنها نگذاشتیم. همچنان به ما ایمیل بزنیم. نشانی ما هست siohaf@bbc.co.uk. صفحه فیسبوک ما رو لایک کنین. همچنین اونو به دوستاتون معرفی کنین. facebook.com/siohafbbcpersian. همینطور در توییتر میتونید ما رو دنبال کنید @siohafbbcpersian. تا ماه آینده و برنامه بعد، دلهاتون شاد، لبهاتون خندان.